با سلام های گرم خدمت شما عزیزان، من حسن صالحی هستم، از اعضای ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران که تشکیل دادیم که بتونیم تو این شرایط حساس به مردم در ایران کمک بکنیم. در این ویدیو کلیپ من میخوام در مورد وضعیت زندان ها و زندانیان صحبت بکنم. همونطور که اطلاع دارید، طی روزهای گذشته اخبار موجی از فرار زندانیان اتفاق افتاده، شورش در زندان ها اتفاق افتاده و همینطور اعتصاب و اعتراض زندانیان در زندان ها اتفاق افتاده. اخبار این مسائل اینطوری هستش که اول در خرم‌آباد در زندان پارسیلون خرم‌آباد زندانیان دست به فرار زدن در ترس و نگرانی از شیوع بیماری کرونا، بیماری مسیح کرونا در زندان ها و همینطور بعد زندان علی گودرز و زندان تبریز دست به شورش زدن. چند روز پیش 70-80 نفر از زندان سقز فرار کردند و امروز هم اخباری بود که در زندان همدان، در زندان مهاباد زندانیان دست به شورش زدن و اخبار که از اینه که در برخی این زده خوردهایی که در جریان شورش در زندان ها پیش اومده، بعضی از زندانی ها جون خودشون رو دست دادن. و از زندان ارومیه هم ما اخبار داشتیم که 200 زندانی زن که محبوس هستن در این زندان دست به اعتصاب قضا و اعتراض زدن و همینطور خانواده های زیادی از این زندانیان در مقابل زندان ارومیه برای دومین بار جمع شدن و خانه آزادی عزیزانشون هستن. این وضع کاملا قابل انتظار و پیشبینی بود. حقیقت اینه که همونطور که در کل جامعه کرونا بیداد میکنه، در زندان ها هم کرونا بیداد میکنه و چند نفر از زندانیان تا به حال جون خودشون به دلیل ابتلا به کرونا دست دادن. این وضع قابل پیشبینی بود همونطور که من گفتم، چون که ما میدونستیم که بالاخره کرونا در زندان ها هم میاد و با توجه به تراکمی که در زندان ها هست و وضعیت غیر بهداشتی که در زندان های جمهوری اسلامی حاکمه، این خطر زندانی ها رو تهدید خواهد کرد. و برای همین از همون ابتدا ما و بسیار دیگه از فعالین اجتماعی، خانواده های زندانیان، این درخواست رو از طریق امضای پتیشن های تومارای مختلفی که منتشر شد، بیانه های مختلفی که داده شد، خواستار این شدیم که زندانیان باید در این شرایط آزاد بشن تا لحظه که مادامی که این بحران کرونا هستش اینا باید به مرخصی بیان. طبعا توی وسط پروازه هست که زندانیان سیاسی جرم مرتکب نشدن و اونا اصولا باید قبل از اون و بدون هیچ قید و شرطی اصلا زندان آزاد بشن و دیگر زندانیان حالا هر جرمی که مرتکب شدن ولی مجازاتشون زندان قرار نیست که در زندان به دلیل ابتلا به این بیماری مصری جونشون تلف بشه، از بین برن و بمیرن. و اینو ما خواست مطرح کردیم، سعی کردیم جامعه رو بسیج بکنیم تا بالاخره جلوی یک فاجعه انسانی رو در زندان ها بگیریم. در زندان جمهوری اسلامی اینقدر میدونید تعداد زندانی ها واقعا خیلی بیشتر از اون ظرفیت زندان هاست و خودشون هم این اعلام کردن، میگن بعضی آمار گفته میشه 300 هزار زندانی هست در زندان ها، اینقدر تراکم هست، تلمبار شده از زندانی که اصلا هیچ قواعد بهداشتی رو نمیشه رعایت کرد و نظافت رو نمیشه رعایت کرد و حتی اخیرا گفته شده که به هر حال حتی صابون ندارن که دستاشون رو بشورن، چیزی که یک اقدام اولیه است برای مقابله با کرونا. و بعضی از این زندانی ها در گروه های سنی قرار دارن که مسن هم بالای 60 اینا هستن و خب اینا میدونید خطر ابتلایشون به کرونا بسیار بیشتر از دیگرانه و باید اینها آزاد بشن. و اینو ما گفته بودیم جمهوری اسلامی خب بی‌توجهی کرد، همونطوری که در سیاست عمومیش به کرونا هم در جامعه بی‌اعتنایی کردن، بی‌توجهی کردن، اهمال کردن، پنهان کاری کردن، پشت گوش انداختن به خاطر منافع سیاسی خودشون. در مقابل زندان هم همینطور
عمل کردن. البته گفتن 80,000 نفر ما ترخیص کردیم، مرخص کردیم از زندان ها. نمیدونیم چقدر آمار درسته و در عمل چقدر بخشنامه هایی که خودشون میگن رو پیاده کردن، ولی در مورد زندانیان سیاسی به طور قطع میدونیم که حتی این آمار هم کمه، هنوز یه دیر آزاد کردن ولی هنوز تعداد زیادی از زندان سیاسی در زندان هستن یا امنیتیه. و خلاصه بعض امروز یه طوری شده که الان خود زندانیان ابتکار عمل رو دست گرفتن، در نگرانی از جانشون به خود شیوع بیماری کرونا دست به شورش میزنن، اعتصاب میکنن و یا فرار میکنن از زندان. اعتصابات زیادی داشتیم در زندان بزرگ تهران داشتیم، در زندان همه ارومیه داشتیم، در زندانهای مختلفی که اوین داشتیم که به شکل اعتصاب قضا یا امتناع از گرفتن قضای زندان اعتراض خودشون نشون دادن. مصاحبه میشه، گفتگو شده، پیام ها از ایران داخل زندان ها ارسال شده، ویدیو کلیپ های ارسال شده که واقعا هشدار دهنده است که جان زندانیان در خطره. بنابراین ما یه مرتبه دیگه بر این خاص اصولی انسانی که هست تاکید میکنیم، همه زندانیان باید آزاد، زندانیان سیاسی که باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد بشن، اینها جرمی مرتکب نشدن، برای حق و حقوق خودشون مبارزه کردن، برای یک دنیای بهتر، برای یک زندگی بهتر مبارزه کردن و اینا جرم نیست، در هیچ کشوری جرم نیست. و زندانیانی که به زندانیان عادی هم موسوم هستن، اینها هم حتی اگر جرمی هم مرتکب شدن که خیلی جرایم سنگین جمهوری اسلامی برای اینا بسته، عادلانه هم نیست، ولی حتی اگر جرمی هم مرتکب شدن خود زندان بوده، قرار نیست زندان در اثر کرونا بمیرن. بنابراین ما خواهده اینیم تا از سر شدن به اصطلاح پشت سر گذاشتن این بحران کرونا همه زندانیان آزاد بشن. اینو الان خبردار شدن، عفو بین‌الملل میدونه، مجامع بین‌المللی دنیا میدونه که وضع زندان‌ها تو ایران چطوره. همون واقعش هم که کرونا نبود، وضع درمان و بهداشت زندانیان خراب بود و رسیدگی نمیشه. حالا که کرونا هست که دیگه میشه تصور کرد چه ابعاد فاجعه‌آمیزی این به خودش گرفته. عفو بین‌الملل خواستار این شده و جهان خبر داره و ما سعیمون اینه که اعمال فشار بکنیم بر جمهوری اسلامی که این به این خواستن بده. راه دیگه ای نیست برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی، راه دیگه ای نیست و همه مردم رو ما فرا میخونیم که همیاری بکنن، کمک بکنن. زندانیانی که فرار کردن نباید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن، اینا یا دنبال کسی چه عواملی باعث فرار اینا شدن. اصلا کسی رو تو این شرایط نباید زندان فرستاد، تو این شرایط خطرناک، و مردم باز همکاری بکنن، کمک بکنن، این زندانیان برگردن به کنار خانواده‌هاشون. به هر حال اگر دچار مشکلی هم میشه، حداقل در کنار خانواده‌هاشون باشن و از امکانات لازم برخوردار باشن. این خواست ما از و از همه شما میخواسته داریم که از وضع و وضعیت زندانات تو ایران برای ما خبر، گزارش ارسال کنین، خانواده‌ها با ما تماس بگیرن و از وضع فرزندانشون، عزیزانی که در زندان ها دارن برای ما گزارش بفرستن. آدرس ها رو میبینید در پایین، میتونیم اون آدرس ها، کانال تلگرامی ما داریم در که میتونید به آدرسمون پیام ها و گزارشات و فیلم های خودتون رو ارسال بکنید و ما منتها تلاش خودمون میکنیم که صدای این زندانیان باشیم و پژواک بدیم صدای اینها رو در مجامع جهانی و هرچی جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار بگذاریم که زندانیان رو آزاد بکنن. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای تک تک شما عزیزان.